سلام، من میسا هستم و خوش اومدید به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's Misa and welcome back to 5 minute English. لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش رو یادتون نره. خب، امروز میخوام راجع به no matter باهاتون صحبت بکنم که کاربردهای بسیار زیادی داره، همونطور که تو تخمین می‌بینین. So, stick to your mobiles, to your laptops, I don't know, to your iPads, whatever, and watch this video till the end. به موبایلاتون، لپتاپاتون، هر چیزی که دارین بچسبین و این ویدیو رو تا آخر ببینین، چون it's very important and practical. خب بچه، no matter رو مطمئنم زیاد توی سریال و تلویزیون شنیدین، ولی خب ممکنه ندونین دقیقا چجوری میتونین تو جمله استفادهش کنین. خب first of all, no matter, we don't say matter, no matter, no matter, double T, no matter. No matter is short form of it doesn't matter. Is short form of it doesn't matter. No matter کوچیک شده و کوتاه شده it doesn't matter. خب it doesn't matter یعنی مهم نیست. مهم نیست. حالا no matter میتونه بیاد با کلمات WH دار که ما بهش میگیم WH word questions، کلمات سوالی WH دار، مثل what, when, where, who, which and how. نکته که وجود داره بچه ها، اینا وقتی اول جمله میان قالب سوالی به جمله میدن، ولی اینجا چون وسط جمله میان، حالا تو پایین بهتون میگم، قالب سوالی ندارن. Okay, so no matter can be followed by what, like no matter what, no matter when, no matter where, no matter who, no matter which, no matter how. مثلا no matter what یعنی مهم نیست اگر که چیزی، no matter when مهم نیست کی، no matter where مهم نیست کجا، no matter who مهم نیست کی، no matter which مهم نیست کدوم، و no matter how مهم نیست چجوری. بچه ها how میتونه چند تا قالب دیگه هم داشته باشه، مثل how long, how much, how many، هر کدوم اونم باشه درسته میتونه بیاد. خب بریم سراغ مثالش. آها اینم بهتون میگم بچه ها، no matter معمولا works as a conjunction، به عنوان یه حرف ربط استفاده میشه که دو تا کلاز رو به هم وصل بکنه. دو تا کلاز، کلاز هم بارها بهتون گفتم همون جمله است، یعنی فاعل داره، با فاعل شروع میشه، فعل هم داره، ولی معمولا کوچیک‌تر از جمله است معمولا. خب پس اگر دو تا کلاز داشته باشیم، no matter مثل conjunction عمل میکنه و میاد این دو تا کلاز رو به هم دیگه وصل میکنه. خب بریم سراغ مثالاش. No matter what I wear, I always feel comfortable. No matter what I wear, I always feel comfortable. مهم نیست چی میپوشم همیشه، اور مهم نیست که چی تنم باشه، همیشه احساس خوبی دارم. الان نگاه کنین، I always feel comfortable یک کلازه، what I wearم یک کلاز هستش. در واقع no matter اومده به همینا رو بس کرده. نکته، یکی از جاهایی که میتونیم no matter استفاده بکنیم اول جمله است، یعنی اول بیاریمش، بعد دوتا کلازمون رو بیاریم و با کاما به هم بس کنیم. مهم نیست که این اون. No matter what I wear, I always feel comfortable. پس میتونه اول جمله بیاد. اینجا هم با what اومده. No matter where she is, she should come back home soon. الان آقا کنین، she should come back home soon. یک کلازه به تنهایی هم معنی میده. She should come back home soon. یک کلازه. Where she is هم، البته اینجا یه جمله قبلش بوده شده، این یه کلاز دیگه است. حالا no matter where she is مهم نیست که کجاست، no matter where she is مهم نیست که کجاست، کاما، she should come back home soon، بعد زود برگرده خونه. No matter who your boss is, you have to obey him. مهم نیست که رئیست کیه، تو باید ازش پیروی بکنی. دوباره یک کلاس، یک کلاس، نمره اومده اول. خب حالا ما میتونیم نمره رو دقیقا بچه جای این دوتا رو میتونیم عوض بکنیم.
بریم مثلا مثال چهارمو با هم دیگه ببینیم. پس نمره میتونه اول بیاد، میتونه دقیقاً وسط هم بیاد، یعنی جای دوتا کلاز عوض بشه. مثلا he never answers emails no matter how many you sent him. He never answers emails no matter how many you sent him. اون هیچ وقت ایمیل جواب نمیده، مهم نیست که چقدر براش بفرستی. الان نگاه کنین، he never answers emails، هیچ وقت ایمیل جواب نمیده، کاما no matter اومد وسط، no matter how many، این با ادغام how و many بوده، how many you sent him، مهم نیست چقدر براش میفرستی. دو تا کلاس داریم، no matter وصلشون کرده به هم. She always has a thirst for studying no matter how much she studies. این بچه یه اصطلاحه. To have a thirst for something means تشنه یه چیزی بودن. To have a thirst for something. مثلا I have a thirst for success. من تشنه موفقیتم. I have a thirst for earning money. من تشنه پول در آوردنم مثلا. So she always has a thirst for studying. اون همیشه تشنه درس خوندنه. No matter دوباره وسط اومده. No matter how much she studies. مهم نیست چقدر درس میخونه. بچه ها میبینین اینا که ما حالا بهشون میگیم کلمات پرسشی، بیشتر با این اسم شنیدینش. ببینین الان هاماش کلمه پرسشیه، ولی جمله بعدی که میاد جمله خبریه، جمله سوالی نیست. واسه همین بهتون گفتم اینا وقتی وسط جمله بیان حالت سوالی ندارن. Number 6. I will definitely do that no matter what happens. I will definitely do that no matter what happens. من قطعا اون کار رو انجام میدم، مهم نیست چه اتفاقی بیفته. یه نکته بهتون میگم، معمولا در انگلیسی محاوره کلا دیگه اینجوری جا افتاده که بگیم مهم نیست چه اتفاقی بیفته، دیگه happens رو نمیگن، میگن I will definitely do that no matter what. I will definitely do that no matter what. حتما انجامش میدم، مهم نیست که چی پیش بیاد. معمولا happens رو دیگه نمیگن. No matter what I'll do that. I'll definitely do that. مهم نیست چه اتفاقی بیفته، حتما انجامش میدم. Number 7. We'll get a job no matter اینو اینجاش یادمون رفته. We'll get a job no matter how long it takes. مهم نیست چقدر طول بکشه. No matter how long. الان how با long اومده. مهم نیست چقدر طول بکشه. How long it takes. چقدر طول بکشه. ولی یه شغل پیدا خواهیم کرد. پس how long it takes. No matter how long it takes. We'll get a job. مهم نیست که چقدر طول بکشه. ما یک شغلی، یک کاری رو پیدا میکنیم. خب اینم از کاربردهای no matter. تعداد جمله ها زیاده، زیاد بود. من شما نمیخوام اینقدر جمله بنویسین، ولی میخوام که چند تا از اینا رو انتخاب بکنین، دو تا سه تا، و جمله های خودتون رو با no matter این پایین کامنت کنین. فقط دقت بکنین که بچا بهتون گفتم no matter هم میتونه اول جمله بیاد، هم میتونه وسط جمله میاد. به پانکچوئیشنش هم دقت کنین که کاما باید بذارین و اینا. و نکته دیگه حتما هم دقت کنین که دو تا کلاز باید داشته باشیم. اوکی سو هوپ یو لایک ایت. تیل انادر 5 مینیت انگلیش، تیک کیر، سی یو سون، اند بای بای.